اداره بازرسی آمریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به سیگار اعلام کرد ضرورت از ضرورتی است که دولت بایدن درباره بسته 8 میلیارد دلاری به افغانستان توضیح دهد بر اساس گزارش ها رسانه های آمریکایی دولت جو بایدن به برخی ادارات و سازمان های نظارتی مانند سیگار اجازه نمی دهد که درباره ارسال بسته 8 میلیارد دلاری به افغانستان پس از خروج از این کشور اطلاعاتی کسب کند کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا اظهار داشت پس از ارسال بسته 8 میلیارد دلاری به افغانستان از زمان خروج نظامیان آمریکا از این کشور دولت بایدن از تحقیقات داخلی در مورد اینکه چه مقدار از پولها ممکن است به دست حکومت سرپرست رسیده باشد ممانعت می کند. وزارت خارجه و آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا به سراحت کارکنان خود را از مصاحبه با جان سبکو بازرس ویژه اداره بازرسی آمریکا برای بازسازی افغانستان منع کردند این کمیته در نامه خود به آنتونی بلینکن وزیر خارجه جان تیلن وزیر دارایی و سامانتا پاور مدیر آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا گفته است این عدم همکاری غیرقابل قبول است دولت از کار نظارتی مهم سیگار اجتناب نمی کند و از پاسخهایی به مردم آمریکا به خاطر ناکامیهای های فاجعه بارش در افغانستان نیز چشپوشی نمی کند. در این نامه گفته شده است امتناع دولت بایدن از همکاری با سیگار توانایی بازرس ویژه را برای انجام نظارت مستقل قوی و معنادار مهار کرده است از آنجایی که مالیات دهندگان آمریکا به کمک به مردم افغانستان ادامه میدهند این امر ضروری است که مأموریت سیگار بدون مانع باقی بماند